بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها. ادامه سرکوب اخوانی ها توسط وهابی ها. نماینده رسمی حماس در زندان های عربستان فلج شد. پلمپ 400 شرکت متعلق به مسلمانان در فرانسه. یکی از فعالان شیعه اندونزی درگذشت. سلام بر حضرت ابو عبدالله حسین و درود بر شما بینندگان عزیز. به این بخش خبری خوش آمدید. با تشدید خشونت‌ها در میانمار علیه معترضان به کودتای ارتش، تانک‌های ارتش به خیابان‌های شهرهای مختلف آمده و سربازان به سمت معترضین شلیک می‌کنند. به گزارش شیعه ویوز اخبار شیعان جهان، به نقل از فرانس 24، یک حساب توییتر وابسته به سفارت آمریکا در میانمار هشدار داده که ممکن است اینترنت در میانمار مختل شود. بنابراین گزارش، با افزایش موج دستگیری‌ها در میانمار، 5 روزنامه‌نگار هم دستگیر شدند. سفارتخانه‌های کشورهای اتحادیه اروپا، انگلستان، کانادا و 11 کشور روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای از نیروهای امنیتی میانمار خواستند از خشونت علیه تظاهرکنندگان و غیر نظامیان خودداری کنند. در ادامه این بیانیه آمده: ما از مردم میانمار در تلاش برای دستیابی به دموکراسی، آزادی، صلح و رفاه حمایت می‌کنیم و جهان نظاره‌گر است. گفتنی است ارتش میانمار به مردم هشدار می‌دهد که به معترضانی که از دست ارتش فرار می‌کنند پناه ندهند. ارتش همچنین به دنبال 7 نفری است که از اعتراضات پشتیبانی صریح کردند. اخبار رسیده از ریاض، پایتخت عربستان سعودی، حاکی از آن است که محمد الخضری در زندان‌های عربستان سعودی فلج شده است. به گزارش شیعه ویوز اخبار شیعان جهان، در اقدام‌های ضد اخوانی وهابی‌های عربستان، حکومت سعودی از سال 2019 تا کنون محمد الخضری، نماینده رسمی جنبش اخوان المسلمین در عربستان را به همراه فرزندش هانی بازداشت کرده است. در همین راستا حال محمد الخضری 83 ساله به شدت وخیم است و نیاز به درمان دارد، اما نیروهای امنیتی سعودی از انتقال وی به بیمارستان اجتناب می‌ورزند. در همین حال سازمان عفو بین‌الملل با انتشار توییتی در صفحه رسمی خود نسبت به رفتار حکومت سعودی با این فعال سیاسی اخوانی به شدت انتقاد کرده و اعلام کرد: نیمی از بدن محمد الخضری کاملا فلج شده است. او باید هرچه سریع‌تر برای درمان به بیمارستان منتقل شود. او چندی پیش به خاطر سرطان پروستاد مورد عمل جراحی مثانه قرار گرفت و نیاز به استراحت دارد، اما وی را فوراً به زندان بازگرداندند. از همین رو حالش وخیم شده است. دولت فرانسه در جدیدترین اقدام ضد اسلامی خود 400 شرکت متعلق به مسلمانان در این کشور را پلمپ کرده و آنان را از ادامه فعالیت منع کرد، در حالی که نمایندگان فرانسه نیز روز سه‌شنبه هفته گذشته درباره پیشنویس لایحه ضد افرادگرایی اسلامی رأی‌گیری کردند. به گزارش شیعه ویوز اخبار شیعان جهان، نیروهای وابسته به وزارت کشور فرانسه در جدیدترین اقدام ضد اسلامی خود 400 شرکت متعلق به مسلمانان در این کشور را پلمپ کرده و آنان را از ادامه فعالیت منع کردند. در همین راستا وبسایت فرانسوی مدیاپارت ضمن اعلام این خبر با انتشار گزارشی در مورد این رفتار ضد حقوق بشری نوشت: پلمپ این 400 شرکت از مجموع 18,000 شرکتی صورت گرفت که توسط وزارت کشور فرانسه مورد بازرسی و بررسی قرار گرفتند. در ادامه این گزارش آمده: وزارت کشور فرانسه به اداره مقابله با جدایی طلبان در ژانویه 2020 میلادی مأموریت داد که بازرسی و بررسی شرکت‌های متعلق به مسلمانان در فرانسه را آغاز کند
و با شدت در این موضوع انجام وظیفه کند. همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد. دولت فرانسه در سال جدید میلادی نه تنها از اقدام‌های نژادپرستانه خود علیه مسلمانان نکاسته، بلکه روز به روز بر رفتارهای ضد حقوق بشری خود می‌افزاید. در جدیدترین اقدام ضد اسلامی دولت فرانسه، 400 شرکت متعلق به مسلمانان در این کشور پلمب و از ادامه فعالیت منع شدند. بر اساس اخبار و اطلاعات دریافتی ما، وزارت کشور فرانسه به اداره مقابله با جدایی طلبان اعلام کرده بود که با هدف مبارزه با افراط‌گرایی دینی قرار است این شرکت‌ها مورد بازرسی قرار گیرند. لذا باید هر گونه سند و مدرکی قانونی که موجب پلمب شدن این شرکت‌ها می‌گردد جمع‌آوری شده تا تحت عنوان مخالفت در قوانین وزارت کار به دادگاه ارائه و حکم پلمب این شرکت‌ها صادر شود. وبسایت فرانسوی مدیا پارت در این باره نوشت: به اعتقاد وکلای دادگستری و کارشناسان مسائل حقوقی و قانونی فرانسه، سندسازی با هدف ایجاد زمینه پلمب کردن این شرکت‌ها اقدامی مخالف قوانین ملی فرانسه به شمار می‌رود و رفتاری است برخلاف توافقنامه کار که در سال 1947 میلادی در فرانسه صادر شده. در همین حال اتحادیه کار و کارگران فرانسه نیز با صدور بیانیه‌ای این اقدام دولت فرانسه را مخالف قوانین کار عنوان کرد و آن را رفتاری برای مورد حمله قرار دادن مسلمانان دانست. در همین راستا خانم فالیری لاپاتوت، دبیر ملی اتحادیه کار و کارگران فرانسه گفت: رفتاری که اداره مقابله با جداری طلبان مرتکب آن است، استقلال کاری این شرکت‌ها را زیر سوال برده و ما آن را سوء استفاده از قدرت حاکمیت می‌دانیم. وبسایت فرانسوی مدیا پارت همچنین با کارشناس حسابرسی اداره مقابله با جدایی طلبان گفتگویی در این باره انجام داد و گفت: از ما خواسته شد که حتی به دلایل غیر مرتبط جلوی فعالیت این شرکت‌ها را بگیریم و به هر قیمتی شده آنها را پلمب کنیم. این درخواست بسیار نگران کننده بود. با این قانون ما را ملزم به اجرای این دستور نمی کرد، اما اخلاق کاری ایجاب می کرد که دستورات مافوق را بشنویم و اجرا کنیم، لذا ناگزیر به انجام آن شدیم. از سوی دیگر معترضان فرانسوی با تجمع در پاریس از دولت خواستند تا لایحه ضد افراط‌گرایی اسلامی را کنار بگذارد، زیرا این قانون ضد مسلمانان است و آزادی مذهبی را نادیده می گیرد. در همین راستا آسوشیتد پرس گزارش داد: معترضان در پاریس خواستار کنار گذاشتن لایحه ریشه‌کن کردن افراط‌گرایی اسلامی از طرف دولت فرانسه شدند که به گفته آنها می‌تواند آزادی مذهبی را نادیده بگیرد و همه مسلمانان را به مظنونان احتمالی تبدیل کند. گروهی از مسلمانان، ضد نژادپرستان، چپگرایان و سایر گروه‌های فعال در حوالی برج ایفل تجمع کرده و خواستار لغو لایحه ضد افراط‌گرایی اسلامی شدند. حدود 150 نفر از جمله مسلمانان و غیر مسلمانان در این اعتراض مسالمت‌آمیز شرکت کردند. این تجمع در حالی صورت گرفت که نمایندگان فرانسه روز سه‌شنبه گذشته درباره پیشنویس این قانون رأی‌گیری کردند که انتظار می‌رود در هر دو مجلس فرانسه تصویب شود. دولت امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، معتقد است که این لایحه برای محافظت از ارزش‌های فرانسه مانند برابری جنسیتی، سکولاریسم و جلوگیری از ریشه دار کردن ایده‌های رادیکال و ایجاد خشونت است. تلاش مکرون برای تصویب این لایحه باعث شده برخی آن را به عنوان یک ترفند سیاسی برای جلب رأی دهندگان محافظه‌کار و راست افراطی پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده فرانسه توصیف کنند. یکی از فعالان شیعی در کشور اندونزی دعوت حق را لبه گفت.
به گزارش شیعه ویوز، اخبار شیعان جهان، دکتر جلال الدین رحمت، یکی از پایه‌گذاران جدید تشیع در اندونزی و رئیس سازمان ایجابی اندونزی، بر اثر بیماری کرونا به دیار باقی شتافت. وی از شخصیت‌های سیاسی فرهنگی اندونزی بود که در گسترش تفکر اهل بیت علیهم السلام در کشور اندونزی نقش فوق‌العاده مؤثر ایفا نمود. مدارس متعددی که با تدبیر وی و مدیریت فرزندش دکتر فتاح رحمت راه اندازی و اداره می شود، محلی برای تربیت شخصیت‌های زبده فرهنگی در این کشور به حساب می آیند. فعالان شیعه اندونزی درباره وی می گویند دکتر جلال الدین رحمت یکی از نخبگان اسلامی در کشور ما بود و این مسئله در کتب، مقالات و سخنرانی‌های تأثیرگذارش نمایان و آشکار است. گفتنی است این چهره برجسته شیعه اندونزیایی پیش قراول حرکتی جدید در این طرح استراتژیک بود. یک راهپیمایی با عنوان حمایت از عزاداری در کشور پاکستان برگزار شد. پس از راهپیمایی اربعین حسینی در ایالت سند، چند شکایت علیه عزاداران حسینی اقامه شده است. هنوز معلوم نیست این شکایات به چه منظور و از طریق چه اشخاص یا گروه‌هایی هدایت شده است. این راهپیمایی از شهر سکر آغاز شده و تا شهر کراچی ادامه خواهد داشت. شایان ذکر است شیعیان پاکستان با توجه به شرایط موجود در ایام اربعین حسینی، با هماهنگی و حمایت حکومت‌های محلی، با تدارک دسته‌های بزرگ در ایام اربعین حسینی به عزاداری پرداختند. به نظر می‌رسد این شکایت‌ها با هدایت برخی احزاب و گروه‌های ضد شیعی انجام شده است. یک مددکار اجتماعی هندو زمینی را برای ساخت یک مدرسه مذهبی اسلامی که در آن کودکان جامعه مسلمانان تحصیل خواهند کرد به مسلمانان اهدا نمود. ویشنومایا برساین زمینی به ارزش 1.5 میلیون روپیه برای ساخت یک ساختمان مدرسه به مسلمانان در جاپا داد تا بتوانند در آنجا اقدام به ساخت مدرسه اسلامی کنند. آفروش خان مسئول ساخت مدرسه اسلامی در این باره گفت قطعات دیگر نیز با نرخ یارانه‌ای خریداری می شود تا در مجموع 8 قطعه زمین برای کار ساخت آماده باشد. این مدرسه توسط یکی از مساجد محلی اداره گشته و قرار است 12 کلاس برای پذیرایی از دانش آموزان مسلمان داشته باشد. این در حالی است که حدود 150 خانوار از جامعه مسلمانان در این منطقه سکونت دارند. بوجراش سیتاولا رئیس منطقه برتمود، منطقه‌ای که قرار است مدرسه در آن ساخته شود، گفت که مدرسه برای ورود همه کودکان جوامع مسلمان به سیستم آموزش و پرورش تأسیس شده است، زیرا هیچ مدرسه‌ای در نزدیکی آن وجود ندارد. یک روزنامه‌نگار محلی در این باره گفت این کمک مالی، هماهنگی اجتماعی و شکیبایی مذهبی نشان دهنده همزیستی مسالمت آمیز هندوها و مسلمانان در جامعه نپال است. جاپا بخشی از نپال در ایالت شماره 1 این کشور است. خانواده هندو به جرم آتش زدن دخترشان دستگیر شدند. به گزارش شیعه ویوز، اخبار شیعان جهان، پلیس در گوراخپور، یک منطقه مسکونی در ایالت اتار پرادش هندوستان، اعلام کرد که در یک مورد مشکوک به قتل ناموسی، یک دختر توسط اعضای خانوادهش آتش زده شد، زیرا به یک مرد مسلمان علاقه داشته است. آنها گفتند که پدر، برادر، زن برادر و یک زن دیگر در این رابطه دستگیر شدند. طبق گفته پلیس، این خانواده قاتل قراردادی به نام واران تیواری را استخدام کرده بودند و برای از بین بردن دخترشان به خاطر علاقه به یک مرد مسلمان پول زیادی به او پرداخت کردند. سانت کیبیر ناگار، افسر پلیس، در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت جسد نیمه سوخته یک زن جوان در روستای جیگینا در محدوده ایستگاه پلیس در 4 فوریه پیدا شد. با کمک پلیس محلی، تصاویر دورین مدار بسته، یگان صحرایی و جوخه های سگ، جنازه رنجایا یدوا از منطقه بلگات در گوراخپور شناسایی شد. پدر مقتول به پلیس گفت که دخترش با یک مرد مسلمان رابطه داشته است.
او حاضر به ترک مرد مسلمان نبوده و به همین دلیل نیز یک قاتل را برای کشتن دخترشان استخدام کردند. ممنونم که با ما همراه بودید. اللهم عجل ولیک الفرج. یا علی، خدا نگهدار.